فیلم کره توقف ناپذیر محصول سال 2018 یکی از فیلم های خوب کره که داخل سونجی هیو و البته دونلی معروف بازی میکنه که متاسفانه تا الان تو چنل هیچ وقت از دونلی بهتون نگفته بودم در حالی که جزو بازیگرای مورد علاقه من مثل روند همیشگی پلیلیست داستان فیلممون میریم سراغ خلاصه داستان و بعد صحبت های پایانی داستان از پسری شروع میشه به نام دونگچول کار اون توزیع کارتون غذاهای دریایی عین ماهی و میگو و خرچنگ هستش سابکارش درست حسابی بهش پول نمیده دونگچول یه زن داره به نام جیسو جیسو توی رستورانا و مرکز سالمندان دو شیف کار میکنه زن و شوهر با هم شبانه روز کار میکنن تا خرج اجاره خونه و زندگیشون رو در بیارن جا داره رو بگم که دونگچول قبل از اینکه ازدواج کنه یه آدم گنگستر و خشم بوده که به دعواهاش و قدرت مشتاش خیلی معروف بوده اما از بعد ازدواجش و قولی که به همسرش داد تصمیم گرفت که بیهاشیه و جور دیگه ای زندگی کنه قصه از جای شروع میشه که دونگچول میخواست زندگیش تغییر کنه و پولدار بشه اون بدون مشورت با زنش یه قرارداد کاری میبنده با ارزش 100 هزار دلار که این پول چندین سال پسنداز و وام و این چیزاش بوده قرار داد در مورد سرمایه گذاری تو سید شاه خرچنگ بوده که قرار بوده سه ماه سود خوبی بهش برسونه اون وقتی از سر کار برمیگرده این موضوع به جیسون نمیگه اونا وقتی توی ماشین پشت چرا قرمز بودن یه ماشین گرون قیمت با شیشه های دودی ناخواسته از پشت میزنه بهشون داخل اون ماشین سه تا مرد بودن به همراه یه دختر که بیهوش شده بود و دهانش بسته بود دونگچول پیاده میشه و شروع میکنه با اونا جر و بحث کردن راننده پول زیادی رو به دونگچول پیشنهاد میده و بهش میگه بیا این پول رو بگیر و بیخیال قضیه شو. اما جیسو هم, هم ماشین میاد پایین و شروع میکنه با اونا دعوا کردن وقتی جیسو میاد پایین توجه شخصی تو ماشین به نام گیته به اون حسابی جلب میشه گیته از ماشین میاد بیرون از طرف رانندهش از اونا عذرخواهی میکنه اون به دونگچول حرف عجیبی میزنه اونها همسر زیباتون ناراحت شده. اونا سوار ماشین میشن و از اونجا میرن. گیت صاحب یه باند خلافکار بودن که دخترای زیبای شهر رو میدوزیدن. حالا جلوتر بهتون میگم که با اون دخترها چیکار میکردن و چطور تا الان شاکی نداشتن. بعد چند روز یه خبر رو بعد به دونچون میرسن و اونم این بوده که کشتی که توش پر شاه خرچنگ بوده و دونگچول برای 100 هزار دلار پول داده بوده اشتباهی رفته تو آبهای چین و کشتی توسط دولت چین مصادره شده دونگچول که حسابی ناراحت بوده مجبور میشه به جیسو واقعیت رو بگه جیسو وقتی موضوع میفهمه به قدری عصبانی میشه که واسه جشن تولدی که دونچول براش تدارک دیده بوده نمیمونه و تنهایی با تاکسی میره خونه جیسو وقتی میره خونه متوجه میشه چندتا مرد سعی دارن وارد خونش بشن اون در قفل میکنه اما فایده ای نداشت اونا که همون گیته و زیر دستاش بودن جیسو رو میدزدن دونگ وقتی میرسه خونه متوجه موضوع میشه و فورا این موضوع رو به پلیس گزارش میده پلیس دوربین های مداربسته رو چک میکنه و متوجه میشه دوربین توسط این شخص چند دقیقه قبل حادثه قطع شده دونگ وقتی از اداره پلیس میاد بیرون یه شماره ناشناس باهاش تماس میگیره و بهش میگه چرا پیش پلیس رفتی بیا به فلان رستوران به فلان آدرس دونچور به همراه دوست صمیمی چون سیک فورا به اونجا میرن دونچور سر میزی میشینه که روش یک تلفن همراه و کنارش یک ساک بوده گوشی زنگ میخوره و دونچور گوشی رو بر میداره از پشت خط بهش میگن ساکو باز کن اون ساکو باز میکنه و میبینه داخلش پر از پوله یک میلیون دلار پول نقد داخل اون ساک بود گیته از پشت تلفن به دونگچول میگه من زن تو گرفتم و در ازاش اون پول بهت دادم پولی که کل زندگیتم هم کار کنی نمیتونی اندازش در بیاری پس راضی باش و چیزی نگو و بعدش قطع میکنه اما دونگچول که عصبانی شده بوده واسه پیدا کردن زن شیسو مصممتر میشه اونا هیچ وقت نمیدونستن که دونگچول در اصل یک مبارز قهار بوده بذارید قبلش از گیته بهتون بگم اون قاچاقچی زن هاست. اون زنای زیبای کره ای رو میدزدیده و در قبالش یه ساک پر از پول به همسرشون یا پدر اون دخترها میداده اونقدر پول زیاد بوده که هیچکس دیگه دنبال زن یا دخترش نمیگشته اگه هم میخواست خیلی پیگیر باشه میکشتنش علت این که بهشون پول میداد این بود که میخواست قضیه دوستانه حل بشه که ردشون نزنه پلیس حالا گیته با اون زنها چیکار میکرد اون زنها رو میبرد به ساختمون متروکه تو اتاقکهای عجیب از بعضیشون برای رحم های و درآمدزایی استفاده میکرد و از بعضیشون هم برای اعضای بدنشون و قاچاق عضو بدنشون استفاده میکرد. نمونه آخرش دزدیدن زن مردی بود که زنش مدت ها بود زندگی نباتی داشت شوهرش وفادارانه کنارش زندگی میکرد اما گیته اون زن رو میدزده و پول زیادی رو به مرد پیشنهاد میده و مرد هم راضی میشه بعد یه مدت جسد زنه پیدا میشه که کاملا اعضای بدنش خالی شده بود خلاصه که قصه فیلم یه مقدار دار که ولی اگه از فیلم این فیلم رو ببینی دوبلش انقدر مسخره و خنده داره که شکتون میکنه یعنی ببخشید قشنگ تر زدن تو اون حالت دارک و ترسناک فیلم حالا دونچول که همه اینا رو فهمیده بوده فورا میره پیش پلیس اون ساک پر از پول به پلیس تحویل میده و ریز جزئیات رو تعریف میکنه پلیس هم ساکو میگیره و میگه ما پیگیری میکنیم یکی از دوستای خلافکار اونا که اسمش گومسا جانگ بوده میگه پلیس تا براتون پیدا کنه زنه رو جسدش پیدا شده من میتونم ردش رو یکی دو روزه براتون بزنم اما پول زیادی میگیرم و دونگچول موافقت میکنه اونا ستایی میرن دنبال پیدا کردن سرنخ ها میبینن سرنخ اول که مربوط به پلاک ماشین میشده به یک کازینو مربوط میشه که اونجا پلاک خریداری شده اونا میرن تو اون کازینو و موضوع مطرح میکنن اعضای کازینو فکر میکنن که اونا پلیسن و بهشون حمله میکنن اما دونگچول اینجا مهارت محزنی خودش رو نشون میده و دخل همهشون رو میاره دونگچول کارت ویزیت شرکت مالی رو پیدا میکنه که توش کسی کار میکرد که زیر دست گیته بود اون همون راننده ماشینی بود که به حیث زده بود سر اون چهارراهه دونگچول اون دستگیر میکنه و میارتش خونهش تا ازش حرف بکشه که توی همین لحظه گیته با دونگچول تماس تصویری میگیره و جیسو رو نشونش میده او به دونگچول میگه بیا یه بازی کنی تو یه گروگان داری منم یه گروگان دارم هر کی زودتر تونست گروگانش رو بکشه اون برنده است گیت مقابل چشمان دومشور سعی میکنه جیسو رو خفه کنه اما دومشور زودتر از اون گروگانش رو میکشه و گیت هم جیسو رو زنده میذاره علت کار گیت این بود که اون فکر میکرد زیر دستش الان کلی اسناد مهم رو به دومشور اعتراف کرده واسمی میخواست بمیره تا اسناد مهمتری رو مطرح نکنه اما وقتی تماس قطع میشه متوجه میشیم که دونچون اون پسرا رو نکشته بوده و فقط بیهوشش کرده بوده. اون از اون پسره کلی اطلاعات میتونن بگیرن. در مورد گیته، کارش و حتی میتونن مخفیگاهی که گیته جیسو و سایر دخترها رو اونجا حبس میکردن بفهمن کجاست. از اون ور جیسو که توسط اعضای اونجا آزار و اذیت میشده سعی میکنه با یه دختر دیگه اونجا فرار کنه. تا حدودی هم موفق میشه اما دوباره توسط گیته دستگیر میشه. گیته به دونجون میگه من زن تو بهت میدم به یک شرط اونم این که پولی که بهت دادم رو به پس بدی دونجون پول اداره پلیس گذاشته بود و نمیدونسته که چطور باید پول پس بگیره اون با همکاری دوتا از دوستاش و سوزوندن ماشین کاراگاه پلیس موفق میشه پول از اونجا بیاره بیرون اما متوجه میشه گیته حرفاش از پول بهونه بوده و هر جور شده نمیخواد جیسو رو پس بده توی تقریب و گریز با ماشین اونا با هم برخورد میکنن و دونچون میتونه گیته رو بکشه و زنش نجات بده توی همین لحظه هم یه خبر خوب برای دونچول میاد و اون این بوده که کشتی که دولت چین مصادره کرده بوده الان آزاد شده و به مرز کره جنوبی رسیده سکانس آخر هم نشون میده که دونچول با اون پول رستوران خودش رو افتتاح کرده و حالش خوب خوبه و فیلم هم همینجوری به پایان میرسه به نظرم فیلم بدی نبود واقعا و فیلم جالبی بود نکته مثبت فیلم بازی دونلی بود قبلا از این بازیگر خیلی مختصر تو قطار بوسان بهتون گفته بودم اکثرا تو فیلم های ای نقش گنگ توری داره و از این به بعد فیلم های بیشتری ازش میذارن جالبه بدونید که میگن تو اسکوید گیم دو این بازیگر هست بچه ها من بر اساس نظرات شما خیلی از ویدیو رو می سازم لطفا اگه پیشنهادی دارید حتما به هم بگید سنه ویدیو بعدی به پیشنهادی که از شما هاست که سرنوشت نورامیاو هستش که کامل بهتون میگم داستان چیه بر صورت همراهان دوست ترفنگ خیلی خوشحالم که تا اینجای ویدیو با ما بودید لایک این ویدیو و سابسکرایب ترفن یادتون نره تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون